درود بر شما. 20 فروردین ماه 1400 معذرت میخوام 20 فروردین ماه 1400 خورشیدی و 9 آوریل 2021 میلادی. دو روز پیش 18 فروردین سال روز قتل امیر عباس هویدا بود. هویدا در دوره شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران نزدیک 13 سال نخست وزیر بود، طولانی ترین دوره‌ای که یک نفر در تاریخ ایران نخست وزیر بوده. قتل هویدا در زندان مثل خود دوره زندانش همچنان بعد از 42 سال پر از ابهامه. در برنامه امشب صفحه آخر به همین دوره از زندگی هویدا خواهیم پرداخت، پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. من تهران به دنیا آمدم چهارراه کنت، الان دیگه نمیدونم اسمشون، دیگه نمیبرم چهارراه کنت، همین لاله‌زاره. من 1298 یه ساله بودم که یه سال نیمم بود که پدرم مأمور شد به سوریه، به شامات، و من که یادم نیست، ولی مادرم میگه اینجا با کالسکی و قاطر و چنین وسائلی رفتن به خرمشهر. از خرمشهر سوار کشتی شدن رفتن به هندوستان، از هندوستان سوار کشتی شدن رفتن به سوریه، یعنی به لبنان، از لبنان به سوریه. بعدم مثل اغلب افراد مملکت در بچگی و جوانی روزای خوشی داشتم، روزای سختی داشتم. روزای خوشی داشتم، کانون خانوادم یک کانون خانواده متوسطی بود، برای زندگی خوبی بود. تحصیلاتم میدونید ابتدای متوسطه و عالی رو خارج کردم، چون پدرم مأمور وزارت خارجه بود، ولی 14 سالم بود که پدرم فوت کرد و اون کانون خانواده به هم خورد. امکانات مالی از بین رفت و بایستی بگم که حدودی در دشواری زندگی کردیم. خیلی مدیون به مادرم هستم که اون کمر همت و بست، در یه شهر غریبه کار کرد، من و برادرم رو رسوند تا آخر تحصیلات متوسطه. بعدنم من رفتم به اروپا برای تحصیلات، جنگ شد، اونجا موندم، مجبور شدم کار بکنم و تحصیل بکنم. هویدا 25 سالشه که برمیگرده ایران. اول میره دانشکده افسری و بعد چند ماه هم وزارت خارجه. یعنی سال 1322 میره وزارت خارجه. دو سال بعد به عنوان وابسته سفارت میره فرانسه و بعد آلمان و سال 1329 برمیگرده ایران. برای اولین بار وارد دولت میشه، در واقع در کابینه عبدالله انتظام میشود منشی وزارت خارجه، که آقای عبدالله انتظام تا بعد از انقلاب هم بودند، زنده بودند و دهه 60 فکر میکنم در تهران فوت کردند و همون ارتباطاتو با هویدا و خانواده هویدا داشتند. سال 1337 امیر عباس هویدا عضو هیئت مدیره شرکت نفت میشود. سال 42 میشه وزیر دارایی در کابینه حسن علی منصور و بعد از ترور منصور به دست فدایان اسلام در سال 43 هویدا میشه نخست وزیر در 46 سالگی. هویدا 12 سال و 6 ماه نخست وزیر بود. مرداد 56 به دستور محمد رضا شاه پهلوی از نخست وزیری کنار رفت و شد وزیر دربار جمشید آموزگار که بعد از او شده بود نخست وزیر. 13 ماه بعد، یک روز بعد از کشتار 17 شهریور 57 در میدان ژاله تهران، یعنی روز 18 شهریور 57، هویدا از وزارت دربار استعفا داد. 2 ماه بعدش در 17 آبان 57 هویدا به دستور شاه و توسط ساواک بازداشت میشه.
تا انقلاب، تا انقلاب در زندان ساواک و بعد از انقلاب در زندان جمهوری اسلامی، تا 18 شهریور 1358 که در حیات زندان قصر یا راهرو زندان قصر کشته میشه در 60 سالگی. در خدمت خانم دکتر فرشته انشا هستیم، خیشاوند هویدا و پزشک مخصوص او. خانم انشا، خانم دکتر انشا سلام عرض میکنم، امیدوارم که این برنامه با فشردگی زمانی که داریم ما بتونیم بیشترین بهره رو از اطلاعاتی که شما دارین ببریم و بسیار سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرفتید برای شرکت در این برنامه. تشکر به شما که یاد این مردای بزرگ ایرانی بودین و حالا برای اون منظور یه برنامه درست کردین. درود بر شما. خانم دکتر انشا، چقدر هویدا رو میشناختید و چقدر به اون نزدیک بودید؟ من از هویدا در بچگی شنیده بودم. هویدا پسرخاله مادرم بود، ولی با او در بزرگسالی آشنا شدم، دقیقا وقتی که بعد از تحصیل پزشکی از فرانسه به ایران رفتم و اون در اون موقع نخست وزیر بود. و از اینی که من فرانسه میدونستم و در محیط علمی وارد بودم، از من خواست که بین او و دانشمندای اروپایی و امریکایی رابط بشم، برای اینکه هویدا صحبت دانشمندان رو دوست داشت و من رو مأمور میکرد که اینها رو بپذیرم و برای هویدا برنامه درست کنم که با اینا باشن، من جمله مثلا ژاک مونو که جایزه نوبل سال 64 رو برد به دلیل اینی که همین RNA مسیجر کشف کرد که الان موضوع روزه با این واکسن های فایزر، و خیلی با اون نشست داشت. از اون گذشته منو با در تماس گذاشت با افرادی که روی بچه های تیزهوش کار میکردن، و این خیلی مهمه که من اینجا اینو بتونم یادآوریشم، و تونستیم با کمک آقای برومن که در اون موقع از امریکا تازه آمده بود با یه گروه مشاور امریکایی مدرسه تیزهوشان ایران رو در سال 1977 افتتاح کردن که حالا اون مدرسه به نام مدرسه فرزانگانه، و خب شخصیت های برجسته از اون خصوص در ریاضی آمدن که مثل این خانم مریم میرزاخانی که متاسفانه خیلی جوان فوت کرد. صحیح. و روابط شما با امیر عباس هویدا هم در حوزه‌ای که توضیح دادید از نظر علمی و ارتباطاتی که با دانشمندان یا محافل علمی آمریکا و اروپا ایشون می‌خواست داشته باشه از طریق شما انجام می‌شد، و هم خانوادگی یعنی با مادر ایشون به ویژه و به طور کلی خود ایشون، یعنی میخوام ببینم که چقدر از راز و رمز زندگی امیرعباس هویدا، هرچند راز و رمزی نداشت، فقط یکی کسایی بود که روشن‌ترین زندگی رو داشت قبل از انقلاب، چقدر آگاه بودید شما که بعداً میخوام برسیم به دوره در واقع بازداشت هویدا و اینها، میخوام ببینم تا زمان بازداشتش چقدر شما در جریان کارهای هویدا بودین، رضایت او از اوضاع برای مثال، و فرض بفرمایید، من برای اینکه مقدار راه باز کنم برای این صحبت، فرض بفرمایید من وقتی خاطرات امیر اسدالله علم رو میخونم میبینم که چقدر بد بوده علم با هویدا، و چرا اینجوری؟ یعنی خود هویدا یا هیچ وقت صحبتی با شما داشت در این زمینه ها؟ و بفرمایید، خواهش میکنم. هویدا یه شخصیت خیلی به خصوصی بود، نادر بود واقعا، یعنی اینکه هر کسی نمیشد با هویدا دشمن بشه، هویدا دشمناشو انتخاب میکرد، و با همه اینی که میدونست که آقای علم و خیلی از گروه های اون زمان باهاش موافق نبودن، این رو اصلا مسئله برای خودش نمیدونست. دلیلش هم این بود که هویدا در جو سیاسی ایران یه آدم اتیپیکی بود، یعنی مثل بقیه نبود،
دلیل اولش برای اینی که با فرهنگ اروپایی بزرگ شده بود. این همطور که خودتون الان گفتین، هویدا یک ساله بود از ایران میره و 25 ساله بود میاد برای یه دوره کوتاهی که دانشکده افسری رو ببینه. بعد وقتی برمیگرده به ایران در از سال 58، یعنی بعد از این در سنی که نزدیک 40 سالشه، 1958، یعنی 1339 در واقع، بله، از 37 ببخشید، بفرمایید. بعد این آدمیه که در دموکراسی بزرگ شده، دموکراسی رو میپسنده اصلا، یعنی دموکراسی تو خونشه، چیز دیگری نشناخته. و در ضمن همونطور که شاهنشاه هم اینطوری بودن، این جنراسیون، یعنی تمام اینهایی که سال 1919 به بعد دنیا آمدن، بسیار از فقر و عقب موندگی ایران در عذاب بودن. مثلا هویدا در یادداشتاش می نویسه که میگه چطور وقتی که برای نظام وظیفه وارد ایران میشه از راه اهواز، وقتی میخواد قطار سوارش بیاد به تهران به دیدن خانواده مادریش، به اون بلیت قطار درجه 3 میفروشن، برای اینکه میگن درجه 1 و 2 در مال قوای متفقینه که ایران رو اشغال کرد، هنوز در اشغالشون بود. و هویدا خیلی از این امر تعجب میکنه. بعد این مسیر اهواز به تهران رو همینطور، نمیدونم چقدر طول میکشیده که اینا در ایستگاه‌های قطار با یه فقر و یک عقب موندگی و یک وضع بسیار اسفناکی روبرو میشه، در حالی که هویدا خودش آماده کرده بود که بره به مملکت فردوسی و شاهنامه و سیروس بزرگ و این قصه هایی که از مادرش شنیده بود، چون فارسی رو از مادرش یاد گرفته بود و مادرش تمام با شاهنامه اینا رو بزرگ میکرد، با افسانه های اینا، براش یه شوک وحشتناکی بود. و خب پادشاه ما هم در همون جنراسیون دنیا آمده بود، او به نحو دیگری این مصائب رو دیده بود و اینا، وچه تشابه زیادی بین این دو بوده. ولی هویدا در نتیجه در جبهه سیاسی ایران، مثلا آقای علم نمیتونست از هویدا خوشش بیاد، برای اینکه یه آدمی بود که اصلا در این روال ریال پولیتیک احکایی که ایران نبوده، پولیتیک ایران در اون زمان هنوز به سبک قرن 17 و 18 بود. حالا یه مرد جوان مدرنیه که میاد طبیعتا مزاحم اوناست. صحیح. خب ببینین، امیر عباس هویدا در دستگاه حکومتی قبل از انقلاب خیلی سریع رشد هم میکنه و به مقام نخست وزیری میرسه. به هر حال حتما وجوه اشتراک شاه با هویدا بود که این در واقع زمینه رو به سرعت آماده کرد. چرا هویدا رو شاه دستور بازداشتش رو میده خانم دکتر، و چه جوری بازداشت میشه؟ در موقعی که این اغتشاشات در ایران شروع شد، شاه ما در جستجوی یه چاره سیاسی بود و از چاره نظامی نمیخواست استفاده کنه. منظورتون سال 57 نارامی های عمومی در ایران و اعتراضات مردم به هر دلیلی، حالا منظورتون اون موقع است؟ بله، من با به سال میلادی میگم برای اینه که برام آسون تره. بله، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، یعنی ما در سالهایی هستیم، درست در سال 77 78 ایم. بله، سال 5 سال 56 57. بله، بفرمایید. ها خیلی شدت پیدا کرده بود، همونطور که میدونین اعتصابات بود، فشار سنگین بود و دولت هایی که حکومت می کردن مثل آقای آموزگار و بعدن شریف امامی، بعدن ازهاری، در یه بنبستی بودن، برای اینکه شاه چاره سیاسی می خواست و چاره نظامی نمی خواست. حالا این چاره سیاسی
یعنی اینی که دست دوستی، دست اتحاد ببندن با جبهه ملی و با روحانیون. و یه گروهی هم از نزدیکان به این نتیجه رسیده بودن که یک تریبونی درست کنن و تمام دولتی ها، وزرا و نخست وزیر بیان تو این تریبون صحبت کنن و کارهایی که در این سالهای بین تا سالهای بگیم 60 بعد 65 به این طرف شده، اینا رو برای ملت ایران توضیح بدن. یعنی در 20 سال آخر، 15 سال آخر حکومت شاه. بله بله دقیقاً. و این تئوری رو یک بار در منزل من با حضور چند تا دانشگاهی، یکی از منصوبین دربار این رو مطرح کرد و هویدا البته اصلا از این چاره خوشش نمی آمد در وقت، ولی نخواست علنا جلوی اونای دیگه چیزی بگه. در این شرایط با پیپش بازی می کرد، یعنی که حواس من به شما نیست و اینا، این تئوری بود. و خیلی زود اینا شروع کردن به بازداشت، اول از همه سری بازداشت معاونین وزارت بهداری بودن، آرام و یه نفر دیگه، و فوراً بعدش به وزرا رسیدن و شیخ الاسلام رو بازداشت کردن. هویدا از این موضوع خیلی ناراضی بود و به عرض شاه و اولی حضرت رسون که این کار صحیح نیست، برای اینکه ما یه اکیپی بودیم که با هم کار کردیم و حالا زندانی کردن اینا بدون جرم واقعی کار درستی نیست. و اونجا شنید که بهش گفته شده بود که خب دل مردم خنک، عوضش اقلا دل مردم خنک میشه. و هویدا برای اینکه نشون بده که با این نظر موافق نیست، به دیدن همسرای این افراد رفت در منزل آقای شیخ الاسلام و منم با خودش برد و اونجا خانوم های اون دوتا معاون وزیرم بودن و به اونا چایی صرف کرد برای اینکه نشون بده که از اینا پشتیبانی میکنه. ولی خب خیلی زود این فکر اینی که باید همه اینا رو بگیرن پیشرفت کرد دیگه. بعد میدونین که همطور تون تون گرفتن وزرا رو، ولی به هویدا، برای هویدا مشکوک بود در حضرت، نمیدونست چی کار کنه و خیلی مشورت کرد با تونی پارسون سفیر، حتی با تونی پارسون سفیر انگلیس در ایران مشورت کرد که او بعدها به من گفت که به شاه گفتی شما میخواین شاخه ای که روش نشستین اره کنین، یعنی این مثبت ترین سالهای زندگی شماست، چطور میخواین اینا رو زندانی کنین، تریبون کنین؟ ولی خب بحث در این بود که فعلا اینا رو طبق ماده 5 قانون حکومت نظامی ما بازداشت خواهیم کرد، یعنی هیچ جرم واقعی زده هیچ کدوم اینا نداشتن. من همین رو میخواستم ازتون بپرسم که آیا دادگاهی هیچ وقت شدن اینا یا خود هویدا و اصلا جرمی به اون نسبت داده شد؟ نخیر. و مشورت که شما فرمودین کردن، شاه با کسانی برای بازداشت هویدا و از اول تردید داشت، خودشا فرمودین با سفیر انگلیس در ایران مشورت کرد، با خود ایرونیا با کیا مشورت کرد؟ بله با مهدی صمیمی مشورت کرد و بعد یه جلسه ای در کاخ نیاوران تشکیل داده شد با یه افرادی که 5-6 نفر در ضمن وزیر دربار، یعنی آقای اردلان و آقای نهاوندی و بقیه، خیلی گنگ اسمشون برای اینه که آقای نهاوندی اینا رو به اسم نمیگه ولی خب نشونه هاشون رو میده. و ظاهراً تیمسار پاکروان هم اونجا بوده و شرحی از اون جمعی که اونجا بودن که ظاهراً اصلا ربطی به هویدا نداشتن، فقط اساسیشون بوده که با اون بد بودن و اینا همه رأی به بازداشت هویدا میدن مگر آقای اردلان که میگه این یک اشتباه محض. و در همون لحظه گویا تلفنی زنگ میزن زده میشه و شاه با اون تلفن صحبت میکنه و میگه که
خیلی خوب، پس بازداشتش کنیم. صحیح. خانم دکتر، شما موقعی که شاه از ایران رفت، هویدا همچنان زندان بود. سرنوشت هویدا رو به چه کسی سپرد؟ بله، خیلی ممنونم که این سوال رو میکنید. چون شایعه مسافرت اعلیحضرت دیگه در شهر پیچیده بود، از ماه ژانویه به بعد همه فقط نمیدونستن کیه، و طبیعتاً خانواده هویدا خیلی نگران این موضوع بودن و از همه نگرانتر انتظام ها بودن، دو تا برادر عبدالله و نصرالله، و مادر هویدا هم زنده بود اون موقع و کاملا در جریان بود، یعنی میفهمید که چه میگذره. نتیجتاً ما از طریق آقای عبدالله انتظام که بعد از یه دورانی که اینا رو کنار گذاشته بودن، دوباره اینا رو به عنوان مشاور به دربار راه میدادن، و آقای انتظام رفت به دیدن اعلیحضرت و اولین سوالی که میکنه میگه تکلیف هویدا چی میشه، و شاه میگه خیالتون راحت باشه، من سفارشش رو به بختیار کردم. همین. من فقط یه توضیح خیلی کوتاه بدم برای بینندگان که ممکنه آقای عبدالله انتظام رو نشناسن. آقای عبدالله انتظام مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بودند، و من خانم دکتر اگر اشتباه میگم اصلاح بفرمایید، من اینجوری خوندم درباره عبدالله انتظام که سال 1342 اعتراض داشت به سرکوب روحانیون یا بعد بخشی از مردمی که دنبال روحانیون بودن سال 42، و در واقع به همین دلیل هم شاه او رو کنار میذاره تا زمانی که دیگه صدای خشخش انقلاب میاد و شاه او رو میاره و به عنوان مشاور خودش باز از او استفاده میکنه، و عبدالله انتظام در دولت بختیار هم بعد شورای سلطنت که تشکیل میشه میشود عضو شورای سلطنت. ما عکس عبدالله به انتظام هم داریم، نمیدونم نشون دادیم یا نه، حالا میتونیم نشون بدیم باز. و بعدم عبدالله انتظام نه بازداشت میشه بعد از انقلاب و نه به هر حال دو پیگرد قانونی که نبود که بگم قانونی خلخالی یا دیگران واقع نمیشود. میگویند که خمینی مخصوصا مخالف بازداشت عبدالله انتظام بود و ایشون در دهه 60 فوت میکنه در ایران. اگر غلط گفتم بفرمایید خانم دکتر. نه، منم اطلاعاتم در همین حدوده، و فقط داد بگم که آقای عبدالله انتظام نه تنها یه سیاستمدار و یه خدمتگزار ایران بود، بلکه توی درویش هم بود، درویش فکر کنم اسداللهی بود، یا به هر حال خیلی میستیک بود و به صوفیگری خیلی علاقه‌مند بود، و او هم یکی از مدافعان شدید دموکراسی بود در ایران. خانم دکتر، هویدا با انقلاب آزاد میشه، یعنی همون 22 بهمن، آیا یک و چگونه بوده این روند؟ دو، بعد از انقلاب چگونه بازداشت میشه؟ هویدا همطور که اطلاع دارید پس در موقع بازداشت در اختیار ساواک گذاشته میشه، و ساواک اول هویدا رو در یک خانه‌ای که در الهیه بود محافظت میکردن، البته اجازه ملاقات نداشت، تلفن در روز فقط دو دفعه بهش میدادن با مادرش صحبت کنه، و به کل از بیرون بریده بود، دیگه خبری و اطلاعی بهش نمیرسید. و بعد از مسافرت شاه به ترک ایران و مسافرت به مصر فکر کنم اول رفتن، یک کمی اون محله های الهیه شلوغ شد و ساواک به ما گفت که ما باید حالا تغییر محل بدیم، و هویدا رو تغییر محل دادن به زعفرانیه. یعنی الهیه و زعفرانیه هر دو در واقع در حبس خانگی بود هویدا.
بله توی خانه هایی بودم. بله و شما رفت آمد داشتین به اون خانواده ها به اون خونه ها؟ بله به من آقای اویسی اجازه داد که گفت خانم من تلفن کردم گفتم آخه من باید اویدا رو ما باید ببینیم. گفت خیلی خب بفرمایید خانم بفرمایید و به من اجازه دادن که هر روز صبح برای داروهای اویدا برم به اون تمام این بازداشتگاه من میتونستم هر روز صبح برم. بله ببخشید بفرمایید و تغییر محل دادن به زعفرانیه. بعد از زعفرانی هم دیگه زعفرانیه وضع خیلی دیگه یعنی در الهیه هویدا با مقام نخست وزیر نگهداری میشد ولی در زعفرانیه یه دربون خیلی خشن و بیرحمی اونجا بود و که من حتی فکر میکردم که این نگران کننده است که هویدا این تو تنها میخوابه و با این آدم. به هر حال اونجا دوام زیادی نیاورد برای اینی که ساواک تصمیم گرفت که منتقلش کنه به شیان. شیان مهمانسرای ساواک بود بالای سلطنت آباد و یه باغ مفصلی بود توش خونه های کوچیک مثل بنگلو بود و یکی از بنگلوها رو در اختیار هویدا گذاشتن و اونجا زندگی هویدا یه خورده بهتر شد به دلیل اینکه اجازه دادن که بیاد از تو اتاق بیرون. بعد این رو بگم که هویدا در بازداشتگاه خیابان الهیه خیابان هروی در الهیه اجازه هواخوری نداشت و تمام این مدت توی اتاق زندانی محبوس بود با پرده های کلوفت بسته شده و نور آفتاب به صورتش نمیزید و ما نگران این بودیم که نرمی استخوان بگیره. البته فکر آیندهشو میکردیم ولی خب خیلی پریده رنگ بود، خیلی بی‌اشتها بود، خیلی زندگی نرمالی، آدمی که نور نبینه نمیتونه خیلی دووم بیاره. خودش نظرش چی بود هویدا از این بازداشت و ترک شاه و بعد؟ خب طبیعتاً خیلی جریحه دار بود، خیلی جریحه دار بود و به خصوص که اصلاً با هویدا قطع رابطه شده بود و این برای هویدا خیلی گران تمام شد. چون باید من بگم که هویدا یه نخست وزیر اینطوری معمولی نبود، این با اعلیحضرت رابطه شخصی پیدا کرده بودن و من حتی مدعیم که شاه برای هویدا احترام قائل بود برای اینکه این یه آدمی بود که نه به درست متضاد اون چه که بود که همه از سیاست مدارا میگفتن. هویدا یه آدم خیلی درویشی بود، با هیچ چیز زندگی میکرد. حتی شاه وقتی میره و اینو بگم قبلا اینا دوستی با هم داشتن به طوری که هویدا از اعلیحضرت میخواد که شاهد عروسیش باشه، ازدواجش باشه. چون از هر کسی نمیخواین. و بعد وقتی اعلیحضرت میان و تشکیلات هویدا رو در نوشهر میبینن میگن شما که عاشق مرغدونی. پس این زندگی و این نوع زندگی ساده هویدا در شاه یه حالت احترامی براش ایجاد کرده بود. بله بله بفرمایید خواهش می‌کنم. بله و بعد یهو ورق بر میگرده و مثل اینکه دیگه هویدا مرده، دیگه خبری از هیچ کی نسبت به هویدا نشد. بله از جمله نکاتی هم که در دادگاهی که مثلا دادگاهی که خلخالی براش تشکیل داد مطلقا نتونسته بودن که چیزی پیدا کنن که بخوان اتهام دزدی مثلا به هویدا بزنن، در فساد یعنی اقتصادی بزنن. باری خانم دکتر چرا هویدا ایران رو ترک نکرد؟ من سوالی که کردم میخواستم به همینجا برسم که هویدا چنان که باز من شنیدم و خوندم همون 22 بهمن با بقیه از زندان آزاد میشه در حقیقت و بعد چرا به هر حال وقتی میاد بیرون چرا ایرانو ترک نمیکنه؟ مگه نمیدونست که اینا کیان که اومدن سر کار؟ نه برای اینی که در سیاست دو تیپ آدم وجود داره، یکی بازیگره یکی تماشاچی. هویدا بازیگر بود نمیتونست بره، تماشاچی نبود که بره از سالن خارج شه.
و این یه مسئولیتی در خودش حس میکرد. 13 سال تو این مملکت صدارت کرده بود و یهو مثل آقای بختیار غیبش بزنه نمیشد، براش عملی اصلا در فکرش نمیتونست این بیاد. و این در ضمن یک روابطی داشت با مادرش. مادرش رو چی کار میکرد؟ دوستانش همه تو زندان بودن، اونا رو چی کار میکرد؟ و نکات مثبتی که بود براش این بود که برای اینکه خودشو تحویل بده، انتخاب راهش این بود که بالاخره اولین دولتی که بعد از انقلاب تشکیل شد با جبهه ملی بود اگه خاطرتون باشه، و آقای بازرگان نخست وزیر بود، نظیر که نمیدونم چه وزیر بود، بله نظیر، داریوش فروهر و خیلی ها. و این یه قوت قلبی بود، به طوری که وقتی هویدا باید بگم که تو زندان نبود که درهای زندان رو واکنن بیاد بیرون مثل بقیه اونای دیگه جمشیدی بودن. هویدا در موقع روز انقلاب در شیان بود و البته دیگه نگهبان نداشت و به ما زنگ زد گفت من تنهام اینجا، هیچکی نیست. و من گفتم که پس اجازه بدین من مشورت کنم ببینم ما چیکار میتونیم بکنیم. تلفن کردم به جابر انصاری. جابر انصاری به من گفت که شما هویدا رو قایمش کنین و ما در عرض دو روز اونو یه کاری میکنیم، خارجش میکنیم، یعنی بعد از دو روز خارج. من تلفن کردم به هویدا گفتم نظر جابر انصاری، گفت از محالاته، این رو قبول ندارم. پس بعد دوباره من تلفن کردم به جابر انصاری که اینو قبول ندارم. جابر گفت که پس اجازه بده من با داریوش فروهر صحبت کنم. با داریوش فروهر صحبت کرد، باز به من برگردون، گفت که بله اینا معتقدن که این دولت انسانیه و دولتیه که از خون و خونریزی بدش میاد. و الان داریوش فروهر تو ماشین شیخ رو نشونده و داره میبره به مدرسه علویه که اونجا هدکوارتر مرکز هویدا بود. من اینو به هویدا گفتم، هویدا گفت بله من هم همین کارو میخوام بکنم. و هرچی بعد با شاغولی تماس گرفتم، شاغولی هرچی تلفن کرد که مصرفش کنه، برای اینکه شاغولی گفت که هویدا به اون ظاهرا میگفت که من محاکمه میخوام. اون گفت آخه کی به شما میگه که شما محاکمه خواهید شد؟ اینو گفت شاغولی. کی بود خانم دکتر؟ یکی از دوستان هویدا بود و یه مدتی هم وزیر بهداری. صحیح. خب بعد از این تماس ها اینا چقدر طول کشید؟ اینا حتما یه 24 ساعت مثلا طول کشیده دیگه. هویدا تنها در اینا همه جمعا 4 ساعت 5 ساعت بیشتر طول نکشید. و آقای فروهر به من راندوو دادن در خیابون سپن در یکی از این امارات جبهه ملی که من برفتم اونجا در معیت یه عده‌ای. ما با دو تا ماشین رفتیم به شیان، چون من فقط بلد بودم اونجا کجاست. من و این عده رو بردیم به اینی که هویدا رو بیارن به مدرسه علوی. عجب. و همون روز تحویل داده شد به مدرسه علوی. خان دکتر من اول یه نکته رو بگم به بینندگان که فقط و فقط برای بهره بردن از اطلاعات بسیار زی قیمتی که خان دکتر انشا دارند در این زمینه این برنامه رو داریم پیش میبریم و نظر خانم دکتر انشا درباره مثلا بختیار یا هر فرد دیگری نظر محترمی است، نظر خودشونه و منم در این برنامه به هیچ وجه بحث چالشی نمی کنم و سوال جواب درباره افراد به لحاظ یا حتی دو نظام، نظام پادشاهی قبل از انقلاب و نظام بعد از انقلاب، حتی هرچند از هرمون از شمس به قول عرب ها
نمی کنم. فقط و فقط این وقت رو میذاریم برای اطلاعات که خانم دکتر انشا پذیرفتند که در این برنامه حضور داشته باشند، که بنده باز هم سپاسگزاری میکنم برای این اطلاعات رو در اختیار شما بینندگان عزیز قرار بدن. بنابراین بحث چالشی نداریم در این برنامه و هر کسی هم به هر حال ادعایی داشته باشد در باره هر نکته‌ای میتواند با برنامه تماس بگیره و بعد به هر حال تنظیم خواهیم کرد. خب خانم دکتر ببخشید برمیگردم خدمت شما. از موقعی که هویدا رو بردن مدرسه علوی، شما دنبال وضعیت دانستن وضعیت هویدا بودید همیشه؟ با کیا تماس گرفتید در مدرسه علوی؟ ما سر و پا گوشیم، من حرف نمیزنم که فرصت بی خود خورده نشه. بفرمایید، خواهش میکنم. از اون موقع تا زمانی که هویدا رو منتقل میکنم به زندان قصر، خواهش میکنم. در مدرسه علویه که مرکز ستاد انقلاب اونجا بود، هویدا وقتی رسید باعث خیلی تعجب اونایی که اونجا بودن و سراسیمه یک شخصی با کت و شلوار ولی با کفش راحتی خسته خوابالود به طرف اون آمد و ما فهمیدیم که گفت من سرهنگ فتوحی، یعنی چه اسمی گفت. و هویدا گفت، خواست بگه که من خودم تسلیم شما دارم میشم. یهو این گفت که خاموش یا ساکت، با خیلی خشونت، اینجا من دستور میدم. و همونجا توی راپله هویدا رو تفتیش کرد، منتها بعد بردنش توی اتاقی که این اتاق تقریبا رفاه داشت، یعنی تخت خواب داشت، یه میز کار داشت، یه پرچم ایران روش بود، شیشه هاشو تمام با روزنامه سیاه کرده بودن و ما در حدود 2-3 دقیقه با عده زیادی که با این سرهنگ، دنبال این سرهنگ فتویی بودن، رفتیم تو و گفتن دیگه پایان، ما رو کشیدن بیرون. و من اونجا متوجه شدم که این انقلاب امروز به فردا نشده، تمام دیوارا پوسترای عظیم بود از درباره انقلاب. چیزی که چرب نظرم بکن، یک انباشته کفش جلوی اتاقی. بعد از اونایی که با هم بودن گفتم این چیه؟ گفتن که این اتاق اتاقیه که تمام بازداشتی ها تو این اتاقه. و بعد توی تلویزیون دیدم که این اتاق مثل یه اتاق دادگاهیه که آقای یزدی اونجا حاکم شرعن و تمام این ارتشیا که بعد ما تماشا کردیم صحنه ها رو که واقعا باعث افتخارن برای جسارتی که داشتن و قدرتی که داشتن و استقامتی که داشتن، اینا همه در روبروی این آقای یزدی بودن که با اینا با خشونت رفتار میکرد، خیلی بد رفتار میکرد. ولی اینا و اونجا ما آقای تیمسار نصیری رو دیدیم که سرش باندش بود و نمیتونست تکلم کنه. ظاهرا بعدها گفتن که اینو یه چوبی کرده بودن تو دهنش که تمام دهنش زخمی بود و نمیتونست حرف بزن. خلاصه منظره عجیب. دکتر ابراهیمی یزدی که در نهضت آزادی با در کابینه مهندس بازرگان بود که خانم دکتر انشا اشاره فرمودن، البته حاکم شهر نبود ولی در این دادگاه ها حضور داشت و بعضن حتی برخورد میکرد، یعنی حالت بازجویی و اینها که بخشش رو در تلویزیون میدیدیم دیگه. بله ببینید، موقعی که دادگاه به اصطلاح تشکیل می شود، اون بخش از فیلم هایی که پخش شد در زندان، دادستان به اصطلاح دادستان یعنی دادگاهی که به ریاست خلخالی بود در زندان قصر، اولا بگین خانم دکتر کی منتقل کردن هویدا رو به زندان قصر از مدرسه علوی؟ همین رو میخواستم به شما بگم. تا وقتی که در مدرسه علویه بود وضع یه جور دیگری بود. البته من تونستم 2-3 بار تو این مدرسه علویه، واقعا مثل معجزه بود که من بتونم برم تو. یکی روز دوم، یعنی روز دوم انقلاب وقتی رسیدم،
جمعیت یه چیز وحشتناکی بود دور این مدرسه. من به یه روحانی که اونجا بود گفتم که من میشه ببرین تو؟ گفت بله. گفت شما چی میخواییم بکنه؟ گفتم من طبیبم، میخوام بیام اون تو. منو برد تو، اصلا غیر قابل تصوره. و اونجا یه جوونکی اونجا بود که من تو دم در تفتیش کرد و کیفم رو گشت و اینا، و اون به من گفتم که من دلم بخواد، خیلی میخواد که برم، من طبیب هویدا میخوام برم. خب من تو رو میبرم بالا. و این منو برد تا توی اتاق هویدا. روزی که شبش تمام این ارتشی‌ها رو بالای سقف اتاق هویدا تیربارون کرده بودن، و وقتی من رسیدم آمبولانسی که توی اون حیاط بود غرق به خون داشتن میشستن، و من تونستم با این جوانک برم بالا. و این صحنه خیلی جالبه، برای اینکه این مسلح بود و خیلی یه طور خیلی به من گفت که این آقای هویدا بی نظیره. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه در این بلبا هم تو نشسته کتاب میخونه. و رفتیم تو و صندلی نبود، یه صندلی فقط بود، من نشستم، این جوانک نشست رو میز و پاهاشو گذاشت روی تخت خواب هویدا. هویدا هم تو تخت نشسته بود و شروع کرد با هویدا حرف زدن. گفت که آقای هویدا چرا همکاری کردی؟ هویدا بهش گفت که بد بود. بعد ازش سوال کرد شما خانوادتون خونه داشتیم؟ گفت خب بله داشتیم. گفت ماشین داشتیم؟ گفت بله داشتیم. یخچال داشتیم؟ گفت بله. بعد گفت خب اینا پس چی بود؟ گفت مگه همش مادیات بود؟ بعد جوون به من خیلی کمک کرد. من به من گفت که گفتم که من دلم میخواد که آقای خمینی رو ببینم. گفت خب بیا من تو رو میبرم. نمیدونم، منو برد توی حیات دیگه ای که بعدها تو عکس دیدم اونجا یه اتاقیه که همه اون تو نشستن، و یه پنجره بود یه خود بالاتر از سطح زمین، و یه آدم چاقالوی اونجا با لباس روحانی یه کمربند داشت، تو کمربندش پر پول بود. مردم هجوم آورده بودن، پول میخواستن و این همطور پخش میکرد. وقتی نوبت من شد گفت چی میخواین؟ گفتم کار من خصوصیه، من نمیتونم اینجوری بگم. گفت خب حجابت اسلامی کن، بیا این طرف. منو برد یه طرف، یه دری اونجا بود. گفتم من میخوام بدونم که شما میخواین با هویدا چیکار کنی؟ گفت که هویدا تقصیری نداره. گفتم خب شما این چی بی خودی همطوری میگین هویدا خاطر تقصیری نداره، پس اینجا چیکار میکنه؟ بعد گفت خب خودش اومده. بعد گفت اگه میخوایی حالا بذار من برم از امام بپرسم. این آدم چاقالو کی بود؟ خلخالی بود. صحیح. خب بفرمایید. گفت برم از امام بپرسم. خب برم از امام بپرسم. ظاهرا امام پایین همونجا نشسته بود، چون بعد دوباره اومد گفت امام گفتن که هویدا والله بالله بی تقصیر است. این جمله رو از اون من به خاطر دارم. باز من زیر بار نرفتم. اینا گفتم من میخوام پس امام ببینم. گفت امامو نمیشه ببینی، شما میتونید نوش رو ببینید. بعد رفتن و یه دقیقه دیگه یه جوونکی 17-18 ساله بود به نظر من، توپل یه خود چاقالو آمد و گفتن این نوه امامه. اونم دفترچه رو در بود. من بهش گفتم شماره تلفنم رو دادم، اسمم رو دادم، همه رو نوشت، ولی دیگه هیچ با من تماس نگیر. خب بعد کی منتقل میکنن اوهیدا رو به زندان قصر؟ این یه هفته فعلا ظاهرا میان روها هنوز در کماندن و یهو وضع عوض میشه. یعنی اینی که دیگه نه آقای بازرگان نه آقای اینا هیچ کدوم نمیتونن دیگه همه رو کنار کشن، و یهو خشونت شدید. و وقتی ما رفتیم زندان، رفتیم مدرسه علویه، گفتن زندانیا رو همه رو تو شهر پخش کردن و ما نمیدونستیم دیگه اینا کجان. ولی خب من شماره تلفنم رو دادم به اون، یکی از اون دربونا به من تلفن کرد، گفت که زندانی شما در زندان قصره و من میتونم رابط بشم اگه میخواین. گفتم میخوام، ولی بعد فهمیدم که سر من داره کلا میذاره، بی خود میگفت. منتها از داخل خود هویدا یه آدمایی رو پیدا کرده بود، پرستار بودن ظاهراً،
که اینا با ما تماس گرفتن و رابط شدن و تونستن اینطوری چند تا نامه از طریق هویدا برای ما بیارن و نامه های ما رو به آقای هویدا بدن. خانم دکتر، از جمله ادعاهایی که هادی غفاری میکنه که در اون جلسه به اصطلاح دادگاه همیشه در کنار هویدا نشسته بود، میگوید که هویدا رو میخواستن با رشوه دادن به خلخالی از زندان فراری بدن. یه که صحبت شو بشنم این برمیگردم خدمت شما. آقای خلخالی طبق معمول رئیس دادگاه بود، حکمش هم امام نوشته بود، حکمش هم دادگاهی امام نوشته بود و مرتب هم حتی احمد قاب با امام مشورت میکرد. قرار شد برن آقای هویدا رو محاکمه کنن. یه دوستا خبر مرموز که او پخش شد که خلخالی هم تحت تاثیر خبر قرار گرفت. چه خبری بود؟ الان میگم. اول خبر این بود که یا دختر آقای هویدا، خواهر بیاسید، یا خواهر آقای هویدا بود، یکی از وابستگان آقای هویدا بود، به واسطه ای با آقای خلخالی تماس گرفت، گفت برای ما تصمیمی هست و پیشنهاد کرد یه مبلغ کلانی را به خلخالی رشوه بدهد که خلخالی سه ماه این دادگاه را عقب بندازد. خب خانم دکتر، خواهش میکنم بفرمایید، آیا این ادعا که رشوه خواستین بدین به خلخالی برای اینکه سه ماه دادگاه رو عقب بندازه و در واقع بتونین هویدا رو فراری بدین، این نادرسته؟ نه، این اصلا صحت نداره، حقیقت نداره و این آقا به نظر من از خودش خیلی در میاره، حرفای خیلی زیادی خب. میزه. همینجا من ازتون بپرسم که هنوز هیچ کس با زرس قاطع با قطعیت نمیتواند بگوید که آیا همین هادی غفاری قاتل هویداست یا هرچند دستور دهنده خمینی بود، ولی به هر حال آیا این قاتل هویداست یا خود خلخالی؟ شما هم شک دارین نمیدونین؟ من هم شک دارم. خب به نظر من این آقای غفاری تا حدی میتومنه، من نمیدونم میتومنه فارسی چجوری بگم، یعنی اینی که بر خودش یه چیزای این آدم بله حالشو خوندم، میگن این فلانجیست بوده و این اصلا بله. شده نمیشده بله. خانم دکتر، سوال بسیار مهمی که میخوام ازتون بکنم درباره مزار هویدا و ببینید، نام ها و اسم فامیل های متعددی برای ما مزار هویدا رو داریم الان، بله میبینید دیگه. ببینید، برای امیر عباس هویدا خیلی اسم نوشتن. این عکسی است که عبدی میدیا منتشر کرده، دو تا عکس، یکی همین عکس مزار که نوشته است تحقیقات ما ثابت میکنند که این سنگ مزار امیر عباس هویدا است. اگه اینطوره چرا اسم روی عکس حاج آقا عباس وحداده نوشته و تاریخ فوت 31 خرداد 58. بعد یه سند دیگری رو منتشر کرده از بهشت صحرا که از سامانه بهشت صحرا که اونجا دارین الان میبینین نوشته است حاج عباس واحد حبیب الله، تاریخ دفن هم نوشته 1 تیر ماه 58. بعد روزنامه اعتماد نوشته ماجرای زندگی و مرگ امیر عباس ممدوح که اینو روزنامه اعتماد نوشته که بعدها نام خانوادگیش را به هویدا تغییر داد فلان و بهمان. این اسما از کجا اومده خان دکتر؟ خیلی ساده است. اول اینکه بعد از چجوری بگم، بعد از کشته شدن هویدا که اجساد رو می بردن به پزشک قانونی و در پزشک قانونی حالا که فوت کرده من میتونم بگم که ما آشنایی خیلی نزدیکی داشتیم و محترمی به نام دکتر گرمان که یه مرد فوق‌العاده‌ای بود و به ما تلفن کرد که شما باید برای شناسایی هویدا بیایید و وقتی من رفتم اونجا رئیس پزشکی قانونی نمیخواست بذاره من رو نشوندن، با برادرم بودم و یکی از دوستان هویدا، ما رو نشوندن توی یه سالونی همطور بلا تکلیف. بالاخره من گفتم که
چرا ما منتظر چی هستیم؟ اون باغ پرخاش، اون رئیس پزشکی قانونی به من گفت خانم شما یه زن هستین، نمیتونین تحمل کنین برین این چیزا رو ببینین. گفتم نه من پزشکم و من میتونم ببینم این چیزا رو. و گرمان صدا کردن، ما رو دادن دست گرمان که ما رو برد به تالارهای تشریح. در این تالارهای تشریح میزای سنگیه که خب وحشتناکه برای کسی که ندیده اینا رو، غرق به جسد، اجساد مختلف اعدامی های شب قبل. و ما رو بردن توی اتاقی که کشوهای یخ سرد بود و یک کشو رو کشیدن و جسد هویدا اونجا بود. و این یک دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم. درباره اسامی امیر عباس ممدوح، آقا عباس وحدات و بله در نجه ما نمیتونستیم، گفتن شما نمیتونین الان هویدا رو دفن کنین برای اینی که خیلی خطرناکه. گرمان گفت که ما 3 ماه نگر میداریم و شما بعد بیاین. بعد که رفتیم برای ما، من نبودم دیگه، ولی مادرم و خواهرام و اینا که بودن رفتن، گفتن که ما نمیتونیم به اسم هویدا دفن کنیم، چه کار کنیم؟ همه با هم میگن که خیلی خوب، هویدا رو مخلوط میکنیم، از توش وحدا در آوردن، حبیب اللهم که پدرش بوده. و این ممدوح یه لقبی بود که حبیب الله یعنی پدر هویدا به هویدا داده بود، ولی بچه بود بهش میگفت ممدوح. این هم دیگه لابد یه کسی اضافه کرده. نتیجتا روی سنگ قبر، سنگ قبر اصلی رو بعد خانم امامی یعنی مادر لیلا امامی عوض کردن، و ولی همین وحدا رو نگه داشتن، فرزند حبیب الله. و اون شعر قشنگ بهارم زیبا، بله همون سنگ قبری که دیدیم. بنابراین بعد از 3 ماه که در سردخانه نگه داشتن، جسد هویدا رو تحویل دادن و با اسامی دیگری هویدا روی سنگ قبرش هم نوشته حاج عباس واحد حبیب الله اونجا دفن شده. تاریخ های دفن هم متفاوت است و همین، ولی همیشه امیر عباس هویدا بوده است، بقیه اسم ها همه مال بعد از اعدام. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر فرشته انشا، خویشاوند و پزشک مخصوص هویدا که در خدمت شما بودیم. بله بریم پرده آخر. دستا را بشور باشه، این پوزبند را ببند باشه، فاصله حفظ کن خیلی، اما اونی که از بالا بلا آمده بابا، بلا نبلون نکن، مگر می شود خدا ننویسد مهدی امضا نکند، اینجوری گرو گرو بمیرن در دنیا، نمیشه کم چیزی بدون ارادشون برگرد درخ نمیفته، خدای من ننوشته، مهدی سلام الله علیه امضا فرموده، او باید امضاشو پس بگیره، او باید بگه بسه اوکی. شب و روزگار خوش.